میدونن که از سال 65 به بعد دشمن بحثی فشار آورده رو پالایشگاه ها. پالایشگاه تبریز زده بود، کرمانشاه رو زده بود، شیراز زده بود، خارکو زده بود، آبادان که از اولش نابود کرده بود. در نتیجه خیلی صدماتی و فشاری بعد سکوهای نفتی و پالایشگاه ها به وجود آورده. در ضمن که خود کشورهای عربی و خود صدام و کویت و عربستان خیلی راحت نفت رو صادر میکردن، خیلی برای نظام جمهوری اسلامی خیلی سخت بود که ما خودمون تنگه در اختیارمون باشه نتونیم صادر بکنیم. و ما هر گونه کشتی یا حرکتی میکردیم بلافاصله صدام میزد، به خصوص فشار زیادی روی خارک هم آورده بود، او کشتی هایی هم که اونجا بارگیری میکردن و سوختگیری میکردن فشار زیادی آورده. در نتیجه بنا به سیاست نظام جمهوری اسلامی دمدای تیر غیبی شروع شد که به ازای هر سکوی نفتی یا هر پالشگاهی که بزنم یا هر کشتی بزنم ما باید یک کشتی را روی آب در خلیج فارس بزنیم. و این دیگه برای پایگاه نهم فکر کنم اولین بار در پایگاه نهم انجام دادیم و بعدش هم همزمان به بوشهرم شروع کرد، اونها هم بی نصیب نموندن، روی آب ماموریت رو انجام میدادن. این ادامه داشت تیر غیبی که هر شب هم بی بی سی اعلام میکرد یک موشک سرگردان به یک کشتی خورد، این کشتی یا صدمه دیده یا ندیده یا سوخته نسوخته هرچی بود عنوان میکردن. و این اخبار که بی بی سی میگفت خیلی مهم بود برای نظام جمهوری اسلامی و خیلی قرص و محکم بود که از اون ثبت و سند برابر، ثبت و سند برابر میشد دیگه. تا یک کشتی غیر مسلمان اونطوری که در ورده بودن پی تی رف هم شناسایی کرده بود، عوامل شنود هم شناسایی کرده بودن، یک کشتی غیر مسلمان با پرچم اسلامی میخواست سوخت رو ببره برای یک کشور غیر اسلامی. این رو به مقام رهبری امام امت عنوان کردن که یک کشتی هستش نفت زده با این شرط داره میره فلان کشور. و ایشون خیلی تاکید کردن که این کشتی اصلا از تنگه هرمز بیرون نره، هر طوری شده اینا بالاخره نگرش شده از تنگه هرمز بیرون نره. خب مسئولین نسبت به این ماموریت خیلی حساس شده بودن، حتی یه نفر از نیروی زمینی، دو نفر از نیروی دریایی و چندی نفر نیروی هوایی اومده بودن در پایگاه هوایی که این ماموریت رو انجام بدیم. و قبلا هم همین آقای رئیس جمهور آقای دکتر روحانی و شهید بابایی عنوان کردن که یک خلبانی به این اسم و رسم و شناسایی این ماموریت رو انجام بده که اگر گرفتار شد چیز رو بروز نده، چون این کشتی توسط هواپیماهای آمریکایی و توسط هواپیماهای عربستان پشتیبانی میشه، یک کسی باشه که ساعت پرواز رو عنوان کردن، قد قواره رو عنوان کردن. من به نام شوخی گفتم که نکنه جعفر عمادی، خندید شهید ستاره خدا بیامرزه خدا رحمتش کنه، خندید و اگه خودت باشه خیال ما راحت تره. در نتیجه ما برنامه ریزی کردیم که این ماموریت رو انجام بدیم. صبح به وسیله پی تی رف اطلاعات دقیقی دادم، یه مرتبه دیگه اطلاعاتش رو مرور کردیم، رنگش و پرچمش و سمتش و سرعتش و همه رو چک کردیم با عوامل دریایی و نیرو هوایی. و اون موقع من سمت جانشین پایگاه رو داشتم، ماموریت رو با کابین عقب اگر فراموش نکنم یا شقایق بود یا همین باقر گردان بود، این ماموریت رو شروع کردیم به انجام دادم. خیلی حساس بودن که به معنی که زدی، چون میخوایم نتیجه رو به عرض امام آمد برسونیم بایستی همونجا به صورت رمز بگید که چی کار کردی. رمز مام زدن گل بود، اگر میگفتیم گل یعنی زدیم. خلاصه ما رفتیم از طرف بندر لنگه به سمت چارک، از چارک خوابیدیم به قول مشهور روی آب که دیگه هواپیمای عربستانی و آمریکایی ما را نگیرن. خب روی آبم خیلی سخت ناو بری، باید سمت، سرعت و زمان خیلی دقیق باشه، اگر اینها را یک کدومش کم زیاد بکنی حتما هدف را دست میدی. و خب خلیج هم شلوغه، کشتی های دیگه هم هستش که مورد اونها را اشتباهی بزنیم. در نتیجه از چارک تا هدف یه چیزی در حدود 70 تا 75 کیلومتر
بودش که ما 75 کیلومتر رو بایستی با سمت دقیق و سرعت و زمان دقیق برسیم که خودمون رو به هدف برسیم. و خوشبختانه در این کار با همکاری کابین عقب خیلی دقیق هدف رو پیدا کردیم و مورد اصابت قرار دادیم. به مزی هم که مورد اصابت قرار دادیم همینطوری صحبت کردیم، گل. صدای خشخش رادیو در اومد. خب رادار اولین کسی بود که میشنید، منتها نمیتونه، یا من صداش راحت نمیگرفتم، فقط اون احساس کرد که من یه چیزی گفتم، من اونم میخواد جواب بده. گرجان اومدیم یه مقدار نزدیک خشکی که شدیم، همون طرف دندر لنگ و اینا، دو مرتبه از ما خواستن گل. گفتیم بله، ما که به وضع اعلام کردیم گل، گفتیم گل. بله، اوجگیری کردیم با رادار دو مرتبه، گفتیم اول. اومدیم با اپروچ تماس گرفتیم، اپروچ گفت کانفرم گل، گفتیم بله گل. بینام گفتیم گل. اینقدر حساس بودن که قدم به قدم سوال میکرد تا برج کنترل، از برج کنترل هم گفتیم گل و اجازه بده برای نشستن. ما نشستیم، رفتیم تایبان، دیدیم عواملی که در پست فرماندهی بودن از نیروی زمینی و دریایی و هوایی اینا اومده اون تایبان. تایبان ما کانوپی رو بزنید، همه تامز آب. تبچه گفتم اوکی، ما گل زدیم، خیالتون راحت باشه. برگشتیم اومدیم هواپا رو خاموش کردیم، دوباره مسئولین پای هواپیم اومدیم پای سلام و ماچ و بوس و اینا، گفتیم گل زدیم. اومدیم در پست فرماندهی، شروع کردیم به گزارش دادن. گزارش نوشتیم که در این ساعت بلند شدیم، این ارتفاع رفتیم، این کار کردیم، این کار کردیم و زدیم، دو تا موشکم زدیم. و متاسفانه ما قبلش هواپیماهایی بودم مجهز به دوربین، خیلی راحت فیلم برداری میکردیم، ولی اون روز به خاطر اون هواپیما اشکال داشت، بردن نگهداری نتونست شماره بده، هواپیمایی دیر شماره داد که دوربین توش دست نبود، یا ویدیو به قول مشهور توش نبود، چون موقع یه ویدیو میذاشتن این مراتب رو، مسیرها رو قشنگ ضبط میکرد و میمردیم ثبت با سند نشون میدادیم. ما گزارش رو نوشتیم و تحویل مسئولین امر دادیم، و چون جانشین پایگان بودم برگشت اومدم تو دفتر، شروع کردیم کارهای روزمرمون رو انجام دادن. تا ساعت 7 و 8 خیلی خوشحال و سرحال بودیم، توی خونم بودیم اینا، فرمانده پایگان زنگ زدش گفتش که امروز چی کار کردی؟ گفتم چی چه کار کردم؟ خب رفتم ماموریت انجام دادیم. گفت بیکاری بلند شو بیا پست فرمانده. ما رفتیم پست فرمانده، دیدیم صحنه پست فرمانده اصلا تغییر کرده دیدگاهشون نسبت به من، خیلی چپ چپ نگاه میکنن و خیلی منفی نگاه میکنن. گفت یه مرتبه این گزارش تو بنویس. شروع کردیم ما گزارش رو نوشتن، نوشتیم درست کپی همون گزارشی که صبح اول وقت داده بودم، بعد از پرواز داده بودم، دادم خوندم، مطابقت کردن، دیدن نه وابی تغییر نکرده، همون هست. اینا مخابره کردم به تهران و یکی یکی پست فرماندهی رو ترک کردن، نیرو دریایی رفت و زمینی هم رفت و هوایی هم رفت. هم رفتم ما دیدیم محترمانه بازداشت هستیم در پست فرماندهی، باید بمونیم، چون کسی به ما تعارف نکرد که حالا اگه کارت هم شد برو. کسی تعارف نکرد، ما موندیم در پست فرماندهی، موندیم و یه قضای سربازی بود، به سرشون شام هم نخورده بودیم، به سربازی گفت چیزی داره؟ گفت برای یه چیزی دارم. گفت گرم کن بیار بخور. خوردیم و همونجا روی تخت و نیمگتی که بود لم دادیم تا صبح. البته خوابی که نبود، یا من خودم هم آشفته بودم که چی شده، چرا این وضعیت پیش اومده، مگه ما کجا رو خطا اشتباه زدیم یا نزدیم، یا کشتی های دیگه خودی رو زدیم، اینها مورد غضب واقع شده، نکنه ما نیروی خودی رو زدیم. واقعا خیلی برامون مسئله ساز بود و خیلی ناراحت کننده بود. شب رو گذروندیم، صبحش رفتم توی دفتر که کاری رو انجام بدم. دفتر من همیشه میز و نامه و اینها زیاد بود، دیدم نامه رو میز نیست، میز ما هم صافه. گفتیم جریان چیه؟ گفتن دیگه جناب عالی نامه رو دستور ندین نخونه. گفتم ای بابا یه شبه ما خلص راه شدیم دیگه، شغل دست داریم دیگه. برگشتیم دوباره پست فرمانده، پست فرمانده هم ظهر هم موندیم، نهار خوردیم، و بعد از ظهرش فرمانده پایگاه زنگ زد، حالا بیا برو خونه یه استراحتی بکن، یه دوشی بگیر، از این ریخت قیافه در، چون دیده بود من ریخت قیافه‌مون دیگه عین موش آبکش شدیم دیگه. برگشت اون خونه، یه دوش گرفتیم و حالا بریم یا نریم، تو این فکر بودم که هوا تاریک شد دیگه. شد 7:15، 7:30 شب که دوباره فرمانده پایگاه زنگ زد، سلام و تعارف، خیلی گرم بودیم. چی شده؟ شد آقا این کشتی که دیروز تو زدی به مخابراتش تماس نداشته، هیچ کس هم باورش نشد که شما زدی، چون اگر کشتی رو ما میزدیم میده کار میکرد، اولین کس پیتی رفت میشنید،
نیروی دریایی میگرفت، شنود میگرفت، همه میگرفتن و اصلا رادیو بی بی سی میگفت دیگه سب با سند برابر بود، ولی چون خورده به مخابراتش سر صداش در نیامده بود کسی هم نمیدونست. در نتیجه ما رو یه شب بازداشت کردن تا اینکه ایشون روز بعدش بی بی سی اعلام کرد که یک کشتی مورد هدف دو موشک سرگردان قرار گرفته و مخابرات خودش از دست داده بدون داشتن تماس، اینا خودش رو به اسکله های بحرین رسونده و تحت تعمیر آجه. از اون موقع شروع کردم به ما خسته نباشی و تبریک گفتن. اینم خاطره بود از بندر عباس. بله.